بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوبم سلام، عرض ادب و ارادت، امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام به کام باشه و در کنار عزیزانتون سلامت و پر از آرامش باشید. بنده امیر حسین شلالوند از مجموعه وزین همگامان خدمت شما هستم تا بتونیم یک جمع‌بندی خیلی سریع، مختصر و مفید بر مطالب سال نهم داشته باشیم و در کنار اون بتونیم یه سری نمونه سوال برای شما حل کنیم که خیلی با خیال آسوده تری امتحان سال نهم در درس عربیتون رو پشت سر بگذارید. من یه سری مطالب و یه سری نکات خدمتتون میگم، بعد امید به خدا خیلی سریع شروع میکنیم و مطالب رو دوره میکنیم و در انتها هم با حل چند سری نمونه سوال کارمون رو خاتمه میدیم. موضوع اول اینه که شما عربی پایتون به شدت عربی مهمیه، یعنی شما سال بعدی که وارد سال دهم میشید یا سالهای بعدش در سال یازدهم و دوازدهم که کلاس کنکور میرید متوجه میشید که عربی شما در سالهای پایه، یعنی در سال هفتم، هشتم و نهم تا چه اندازه برای شما عربی مهمی بودن. یعنی جالب اینه که ما در سال کنکور وقتی به دانش آموزانمون داریم درس میدیم حجم هول و هوش 17-18 ساعت ما میپردازه به اینی که عربی سال هفتم، هشتم و نهم رو درس بدیم و ازش تست حل کنیم. پس به شدت عربیه که برای ما اهمیت داره و مهمه. حالا من اون چیزی که برای امتحان شما نیاز هست رو سعی میکنم خیلی خلاصه وار بگم و بیشتر درس رو در حل نمونه سوالات به شما بفهمونم، نه اینی که صرفا تئوری و تشریحی باشه. دقت کنید ببینید من چی میگم. موضوع اول این که من یه دوره سریعی بر فعل‌های کتاب درسی شما انجام میدم، مثلا فعل‌های ماضی، فعل‌های مضارع، فعل‌های آینده و فعل مستقبل که اصلا کل کتاب عربی سال نهم شما حول محور فعل‌ها داره میچرخه. در کنار این دوره‌ای که انجام دادم مابقی مباحث و مطالبی که میمونه رو در قالب نمونه سوال بررسی میکنم. هر آن چیزی که در مدرسه یاد گرفتی یا یاد نگرفتی به خاطر شرایط کرونا و آنلاین بودن خواهش میکنم بذاری کنار، حرفایی که من میگم رو گوش بدی که به درد امتحانت بخوره، در امتحانت بتونی نتیجه بگیری. حله، ما هولوش 20 دقیقه 25 دقیقه مباحث مهم رو جمع‌بندی می‌کنیم، دیگه نهایت نیم ساعت بعدش نمونه سوال حل می‌کنیم. من سعی می‌کنم در قالب حالا یک ساعت خورده‌ای تمام مطالب مهم کتابتون رو بگم. اما بریم یک صفحه سفید باز کنیم و شروع کنیم به دوره مطالب مهم کتاب درسی شما. دوستان خوبم دقت کنید لطفاً، با حوصله، حواس جمع. اولین چیزی که باید بلد باشید فعل‌های و ما فعل‌ها رو تمام و کمال خدمت شما میگیم. اول فعل‌های ماضی رو یاد بگیریم با هم دیگه. اصلا فعل ماضی چه شکلی ساخته میشه؟ شما میدونید هر فعلی سه حرف اصلی داره که بهش میگیم ریشه. مثلا فعل یکتبو ریشه چیه؟ کتب. یجلسو ریشه چیه؟ جلسه. حالا فعل ماضی در حد کتاب سال نهم همینیه که من میگم، در سال دهم یه سری تغییرات داره. فعل ماضی در حد سال نهم اینجوری ساخته میشه، فعلیه که ریشه فعل در ابتدا وجود داره و حالا آخرش یک سری میاد و ضمیر میچسبه، یا بهتر بگیم نشانه های هر صیغه میاد آخرش اضافه میشه. پس فعل ماضی اونیه که همون ریشه فعل وجود داره، حالا تهش شاید یه سری چیز دیگه هم بچسبه. مثلا مثل چه فعلی؟ مثلا مثل فعل ذهب. میبینی ذهب خودش ریشه است. مثلا مثل فعل ذهبا که آخرش یک ضمیر اضافه شد. مثلا فعل ذهبو که آخرش یه ضمیر یا همون نشانه هر صیغه اضافه شد. پس فعل ماضی اگر از شما خواستن اون فعل است که با ریشه فعل شروع شده، تمام شد و رفت. مثل ذهبه، ذهبا، ذهبو، کتبه، کتبا، کتبو، جلسه، جلسا، جلسو. حالا که فعل ماضی رو یاد گرفتیم بریم من انواعش رو به شما بگم در کتاب شما. انواع ماضی در کتاب شما چیه؟ اولیش ماضی ساده است.
مازی ساده، همین مازیه که بلدید همتون. مثلا من به شما میگم ذهب، شما میگی رفت. خودمو میگم، میگم انا ذهبت، شما میگی من رفتم. خودمونو میگیم نحن ذهبنا، شما میگی ما رفتیم. به این ماضی میگن ماضی ساده. اما دومین ماضی که شما باید بلد باشید بچه ها، ماضی منفی. ماضی منفی چه شکلی ساخته میشه؟ میخوای ماضی منفی بسازی دیگه، درسته؟ ماضی منفی فقط کافیه یه ما بذاری. هر زمانی که ما بذاری بر سر فعل ماضی، تبدیل شده به ماضی منفی. اینو یادت باشه، ماضی منفی اولش ما میخواد. تمام، برو بریم. بچه ذهبه ماضی ساده بود، میشد رفت. اگر بخوایم منفیش کنیم میشه ما ذهبه نرفت. حالا بیاینجا ببینم، ذهب تو ماضی ساده بود، یعنی من رفتم. اگه میخوای منفیش کنی یه ما میذاری اولش، میشه ما ذهب تو، یعنی من نرفتم. این از فعل ماضی که شما باید بلد باشید. حالا یه ماضی استمراری هم داریم که بعد از مضارع میگم. اما بریم سر وقت فعل های چی بچه ها؟ فعل های مضارع. حالا فعل مضارع فعلا چون شب امتحانتونه اینجوری یاد بگیرید، بعدن که ایشالله در سال دهم با من کلاس داشتید یا هر دبیر محترم دیگه ای، قطعا میاد صرف 14 تا صیغه رو بهتون میگه. اما الان در شب امتحان زمان صرف 14 تا صیغه رو ما نداریم، پس فعلا اینجوری یاد بگیر. مضارع اونیه که ریشه فعل میاد دقیقا مثل ماضی، ولی قبل از ریشه فعل یا ت وجود داره یا یه وجود داره یا نه وجود داره یا آ وجود داره. به عبارتی فعل مضارع قبل از ریشه اولش چی میاد؟ تینا، یا ت یا یه یا نه یا آ. مضارع اولش تینا داره و بعد از ریشه فعل یعنی آخرش هم اینا داره. اولش تینا آخرش اینا، کدوما؟ یا او داره مثل یذهبوا، یا نون داره مثل یذهبون تذهبون الی آخر. پس بریم، برو بریم، گوش بده. ماضی چه شکلی ساخته میشد؟ ماضی دقیقا ریشه فعل میومد، تهش یه چیزی شاید میچسبید. اما مضارع ریشه فعل میاد، اما اولش تینا آخرش اینا، اولش تینا آخرش اینا، کدوما؟ یا او یا نون. تمام. و فعل مضارع شما اینجوریه، نگاه کنید. مثلا میگم یذهبوا، خب یذهبوا اولش یه داره تینا، آخرش او داره اینا. مثلا میگم تذهبونه، تذهبونه اولش ت داره تینا، آخرش نون داره اینا. مثلا برمیگردم به شما میگم که آقا یذهبنه، خب یذهبنه اولش یه داره تینا، آخرش نون داره اینا. به این میگن فعل مضارع که در امتحانتون هم مطرح میشه. اما بریم انواع فعل مضارع رو با هم دیگه ما یاد بگیریم. آقا انواع مضارع، خوب گوش بده ببین چی میگه. اولین فعل مضارع میشه فعل مضارع ساده یا همون مضارع اخباری. مضارع ساده یا اخباری همون فعلیه که شما بلدید، همون صرف عادی فعل مضارع، مثل یذهبوا، مثل یذهبون، مثل اذهبوا، مثل نذهبوا. تموم شد و رفت. حالا دقت کن، مضارع ساده در ترجمهش میداره بچه ها. حالا شما به من بگید ببینم مضارع به چه زمانی دلالت داره؟ حال. پس مضارع اونیه که در ترجمهش میداره و میش به زمان حال دلالت داره. تموم شد و رفت. مثلا الان میگم هو یذهبوا، هو یعنی او، یذهبوا مضارع است، میه حال میخواد، پس بگو میشه او میرود. میگم هم یذهبونن، هم یعنی آنها،
مضارع می حال داره، پس میشه آنها میروند. انا اذهبو، انا یعنی من، اذهبو مضارع اسمی حال داره، میشه من میروم. نحنو نذهبو، نحنو یعنی ما، نذهبو مضارع اسمی حال داره، پس میشه ما میرویم. تموم شد. پس سرجم چی میشه؟ مضارعیه که اولش تینا، آخرش اینا. کدوما؟ یا او یا نون. ترجمه میه حال، یذهبو میروند، اذهبو میروم، نذهبو میرویم. این اولی مضارع. اما فعل مضارع دوم که شما باید بلد باشید، فعل مضارع منفیه بچه ها. مضارع منفی چه شکلی ساخته میشه؟ شما یه لا میذاری بر سر همون فعل مضارع سادت. حالا اون فعل مضارع سادت باید بدون تغییر باشه. بدون تغییر باشه یعنی چی؟ یعنی آخرش یا او داشته باشه همچنان، یا نون داشته باشه. ترجمهش هم چه اتفاقی میفته؟ مضارع منفی در ترجمهش خبر منفی میده. خبر منفی میده اصطلاحاً تو ترجمهش نمی حال وجود داره. یعنی یه نمی اولشی که به زمان حال دلالت داره. نمی رود، نمی خواند، نمی زند، نمی آید، نمی پوشد، نمی نوشد، نمی دوشد، الی آخر. پس مضارع منفی چه شکلی ساخته شه؟ یه لا میاد، مضارعت بدون تغییره، آخرش یا اوه یا نونه. در ترجمه هم خبر منفی میده و نمی حال داره. مثال برو بریم. آقا میگفتیم یذهبو، یذهبو مضارع ساده بود، میه حال داشت، میشد میرود. حالا اگر منفی بشه یه لا میاد، فعلت همچنان بدون تغییر میمونه، پس یذهبو میشه لا یذهبو. حالا میرود یه نمیگیره، میشه نمیرود، داره خبرم میده. یکی دیگه میگم یذهبونه، یذهبونه مضارع ساده است، میگه میروند. اگر بخواد منفی بشه یه لا میاد، آخر فعل بدون تغییره، میشه لا یذهبونه. حالا میروند یه نمیگیره، میشه نمیروند. حالا یاد حرف من بیفت. مضارع منفی لا میاد، فعل بدون تغییر آخرش یا اوه یا نونه، ترجمهش خبر منفی میده، نمیرود، نمیرود. ترجمهش نمیه حال داره، نمیرود که نمیرود، الان نمیرود، نمیه حاله. اینم فعل دوم. اما فعل سوم که برای ما مهمه، کلن چهار تا فعل تو مضارع باید بلد باشی. این سه و چهار مهمترن. چرا؟ چون چهار درس کتاب درسی شما میشه. سومین فعل، فعل مضارع نهیه. آها آها آها، برای مضارع نهیه اینو بلد باش. دقیقا مثل مضارع منفی لا میاد بر سر فعل مضارع مخاطب. این ما این سری. حالا توی مضارع منفی وقتی لا میومد فعل بدون تغییر بود، اما توی مضارع نهی زمانی که لا میاد اتفاقا مضارع مخاطب با تغییره. با تغییر اصطلاحاً میگن مضارع شما مجزوم میشه. حالا مجزوم شدن یعنی چی؟ مجزوم یعنی این بچه ها، مجزوم یعنی هر جا آخر فعل او بود او تبدیل بشه به ساکن، و هر جا هم نون بود نون حذف بشه، به جز صیغه 12 یا به جز صیغه جمع مؤنث. یعنی چی؟ یعنی همون تذهب نه، تکتب نه، تجلس نه، تقرأ نه، تفتح نه، تشاهد نه، تنظر نه. حله؟ پس ببین منو، اگه نهی میسازی یه لا میذاری بر سر مضارع هایی که مخاطبن و اونو مجزوم میکنی، یعنی اوش باید بشه ساکن، نونش هم حذف بشه به جز صیغه جمع مؤنث. جمع مؤنث میشه تذهب نه، تکتب نه، تقرأ نه، تشاهد نه، تجالس نه، الی آخر. حله؟ پس این خیلی خیلی مهمه. اما در ترجمه چی؟ مضارع منفی تو ترجمه خبر میداد،
اما مضارع نهی برعکس امره. تو امر میگی برو، یعنی دستور منفی میدی. تو نه میگی نرو، یعنی دستور منفی باید بدی. پس این قضیه رو درکش کن. در مضارع منفی، منفی لا می اومد، فعل بدون تغییر آخرش او یا نون بود، ترجمه خبر منفی میداد. در مضارع نه لا میاد، مضارعت مجزومه، او میشه ساکن، نون هست، جز جمع مؤنث، و در ترجمه دستور منفی میده. حالا بچه ها من یه چیزی بگم، اینجا رو گوش بدید، این قالب ذهنی رو رعایت کن، خیلی به دردت میخوره. من میدونم بعضی از معلمای شما فعلا رو با اول شخص، دوم شخص، سوم شخص یاد دادن، و بعضی ها هم بر اساس هو و هما، هم هی هما، هن نه انت، انتما، انتما، انت، انتما، انتما، انتما درس دادن. ما اینجا کار نداریم شما چه روشی یاد گرفتی. من میخوام 5 دقیقه زمان بذاری چیزی که من میگم و حفظ کنی که تو امتحان جواب بگیری. پس اینی که من میگم و یاد بگیر 5 دقیقه. آقا ما 6 تا صيغه مخاطب داریم. مخاطب یعنی کسی که تو جمع ما حضور داره. کسی که تو جمع ما حضور داره یا یه نفره میشه تو، یا از یه نفر بیشتره بهش میگیم شما. قبوله؟ یا یه نفره تو یا میشه شما. بچه‌ها فعل‌ها در عربی از لحاظ جنسی که دارن یا چی ان؟ مذکرن یا چی ان؟ مؤنثن. از لحاظ تعدادم که یا مفردن یعنی یه دونن، یا مثنان یعنی دوتان، یا از دوتا بیشتر یعنی جمعن. پس برو بریم. مخاطب کسیه که تو جمع ما حضور داره، یا یه نفره بهش میگیم تو، یا از یکی بیشتر بهش میگیم شما. فعل توی عربی یا مذکره یا مؤنثه، از لحاظ تعدادم یا مفرده یا مثنه یا جمع. حالا بیا اینجا. آقا مفرد یعنی چند نفر؟ یه نفر. یه نفر مخاطب یعنی کی؟ یعنی تو. اگه بخوام بگم تو مذکر یعنی تو مرد میروی، توی عربی میگم انت تذهبو، تمام شد. اگر بخوام بگم تو زن میروی، میگم انت تذهبی نه، تموم شد. پس تو مرد میروی انت تذهبو، تو زن میروی انت تذهبی نه، تموم شد و رفتش. معنی اینا میشه تو میروی. حالا بیاید مثنا. بچه مثنا یعنی چند نفر؟ 2 نفر. چه بخوام بگم شما 2 مرد میروید، چه بخوام بگم شما 2 زن میروید، فرقی نداره. جفتشو شما باید بگی انتما تذهبانه، میشه شما 2 نفر میروید. حالا اگه از 2 نفر بیشتر باشن میشه چی؟ جمع. اگه بگم شما مردان میروید، میگم انتم تذهبونه. حالا اگه بگم شما زنان میروید میشه انتون نه تذهب نه، تذهب نه، تموم شد و رفتش. این همون جمع مؤنث است دیگه، انتون نه تذهب نه، همون جمع چی بود؟ مؤنث بود. پس بیا یه دقیقه برو بری مخاطب، یا یه نفره میگه تو میروی، یا از یکی بیشتره میگه شما میروی. اگه بگم تو مرد میروی انت تذهب، تو زن میروی انت تذهبی نه. شما 2 مرد و شما 2 زن میروید، جفتش انتما تذهبانه. شما مردان از 2 نفر بیشتر میروید انتم تذهبونه. شما زنان میروید انتون نتذهبنه. همینو یه لحظه پاز بزن، استوب کن، اینو تو ذهنت مسلط شو، حتما این کارو بکن، بعد بیا ادامه بدو. حالا گوش بده به من. آقا مگه نمیخوای فعل نهی بسازی؟ بله آقا. اگر قرار شما فعل نهی بسازی چه اتفاقی میفته؟ باید یه لا بذارید اول اینا، و لا رو که گذاشتید آخرش رو مجزوم کنید. یعنی هر جا او دیدی بکنی ساکن، هر جا نون دیدی حذف کنی، به جز جمع مؤنث. حالا بریم نهی بسازیم. اگه نهی بسازم یه لا میذارم. خب یه لا میذاریم آخرش رو مجزوم میکنیم. اگر مجزومش کنیم اوش باید بشه چی؟ ساکن.
پس اینجا میشه انت لا تز حب. تمامش. حالا بیاییم من میخوای مجزومش کنی یه لا میذاری. خب اگر یه لا بذارم نونش باید حذف بشه در مجزوم شدن، پس میشه انتما لا تز حبا. بیاییم بر اگه میخوای نهی بسازی یه لا میذاری مجزومش میکنی، مجزوم کنم نونش باید حذف بشه، میشه انتم لا تذهبوا، یه الف هم واسه خوشگلی میدی. بیاییم بر اگه میخوای نهیش کنی یه لا میذاری، خب مجزوم میکنی، مجزوم کنی نونش باید حذف بشه، اگر نونش حذف بشه میشه انتما لا تذهبی. تمام، انت لا تذهبی. بیا اینجا اگر میخوای نهی بسازی یه لا میذاری مجزومش میکنی، مجزومش کنی نونش باید حذف بشه، میشه انتما لا تذهبا. تموش. حالا این یکی چی؟ آها این یکی لا میذاری ولی چون جمع مؤنث نونش حذف نمیشه. پس به همین سادگی من باش اگه یه فعل بهت دادن گفتن که آقا جان من بیا اینو من نهی بساز، کاری نداره، یه لا میذاری بر سر مضارع مخاطب، مجزوم میکنی، او دیدی میکنی ساکن، نون دیدی حذف میکنی، جز جمع مؤنث تذهب نه. تمام. حالا بیا بریم سر وقت ترجمهش. اگر بخوایم ترجمه کنیم چی؟ فعل نهی در ترجمه دستور منفی میده. من همیشه اینجوری میگم یه دختر خانومی میاد پیش من میگه آقا میذاری من به پارتی برم؟ من میگم نه، تو به پارتی نرو. ها این نروه دارم دستور منفی میدم، میگم نرو. بعد میره فکر میکنه ما ضعف دختر داریم، میره رفیقش هم میاره میگه آقا میشه بذاری من و این دوست دخترم دوتایی با هم به پارتی برید؟ میگم نه، شما دو نفر با هم به پارتی نروید. ها دارم دستور منفی میدم. حالا میگه ببین یه کاری میخوام بکنم، شلال من دیگه نتونه نبگه، میره تمام دوستای دخترشو میاره میگه میذاری من با این همه دختر مختر با هم به پارتی بریم؟ میگم نه، شما به پارتی نروید. تموم شد. دارم آها پس فعل نهی دستور منفی میده، یا میگه تو نرو یا میگه شما نروید، یا میگه تو نخوان یا میگه شما نخوانید، یا میگه تو نزن یا میگه شما نزدید. تموم شد. سری جمعش کنیم، اینم از فعل نهی. اگه نهی بسازی لا میاد فعل مجزوم میشه، او ساکن نون هست جز جمع مؤنث در ترجمه دستور منفی، یا تو نرو یا شما نروید، یا تو نخوان یا شما نخوانید. ببین ایشالله تا اینجا کامل فهمیدی. حله. اما بریم فعل امرم بگم دیگه اون شاکله سختی شما از همدیگه بپاشه. آقا اگر میخواید فعل امر مخاطب بسازید خب چی کار میکنیم؟ بچه ها صیغه های مخاطب رو یاد گرفتید دیگه. مخاطبا یا مذکرن یا مؤنث، یا مفردن یا مثنان یا جمع. تموم شد و رفتش. بیا بریم ببینم مخاطب یا یه نفر تو یا از یه نفر بیشتر شما. اگه بگیم تو مرد میروی میشه انت تذهب، اگر بگیم تو زن میروی میشه انت تذهبی نه، اگه بگیم شما دو مرد یا شما دو زن میروید انتما تذهبانه. قبوله؟ اگر بگیم شما مردان میروید انتم تذهبونه، اگر بگیم شما زنان میروید میشه انتون نه تذهب نه. تمام شد. حالا بیا اینجا ببین چی میگم. بچه زمانی که شما میخواید فعل امر بسازید به یه چیزی دقت کنید. بچه اول همه صیغه های امر چی وجود داره؟ ت وجود داره، درسته؟ اول همه صیغه هایی که میخواهید ازشون امر بسازید ت وجود داره. حالا روش ساختن فعل امر چیه؟ ببین روش ساخت فعل امر، اولین کاری که انجام میدی میای چیکار میکنی؟ ت رو حذف میکنی. زمانی که ت رو حذف کردی یه اتفاق میفته،
بعد از حذفته فعل شما یا قابل خوندن هست یا قابل خوندن نیست. اون قابل خوندن بودن میشه سال دهم که ما باهاش کاری نداریم. شما اگر ت رو حذف کنی فعل یا قابل خوندن هست یا قابل خوندن نیست. قابل خوندن نیست یعنی بعد از حذف ت خوردی به ساکن. خوردی به چی؟ خوردی به ساکن. که اگر این اتفاق بیفته شما باید به خاطر اینی که فعل قابل خوندن بشه یه الف بدی، یه آ بذاری اولش. حالا این آه چی میخواد؟ حرکت میخواد. برای تعیین حرکت باید بری به عین الفعل نگاه کنی. عین الفعل میشه دومین حرف ریشه. مثلا یکتب ریشه چیه؟ کتب. دومین حرف چیه؟ ت. به اون میگن عین الفعل. یجلسه ریشه چیه؟ جلسه. دومین حرف چیه؟ ل. به اون میگن عین الفعل. حالا اگر عین الفعل ا یا ا بود شما به اون الفه ا میدی، اگرم او بود شما به اون الفه او میدی. همه این کارا رو کردی، در آخر فعلتو مجزوم میکنی. مجزوم یعنی او میشه ساکن، نون حذف، جز جمع مؤنث. جمع مؤنث یعنی چی؟ یعنی تذهب نه. تمام. بیا 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 یه بار بریم روش ساختم. برو اول همه صيغه مخاطب چی داره؟ ت. پس وقتی میخوای امر سازی ت رو حذف میکنی. بعد از حذف ت فعل یا قابل خوندن هست یا قابل خوندن نیست. قابل خوندن الهی شکر نیست یعنی خوردی به ساکن. پس باید یه چی بدیم؟ اولش الف میدیم. این الفه چی میخواد؟ حرکت. حرکت این الفعل رو نگاه کن. دومین حرف ریشه ا یا ا بود ا بده، او بود او بده، آخرش هم مجزوم کن. حالا بیا اینجا نگاه کن. آقا تذهب و ت رو بنداز. تذهب و ت رو بندازی ذهب و خوردی به ساکن. قابل خوندن نیست، یه الف بده. الف حرکت میخواد. عین الفعل رو نگاه کن. عین الفعل ا. خب ا یا ا باشه چی میدیم؟ ا. آخرش هم مجزوم کن، او بشه ساکن میشه ا ذهب. تموم شد. بیا بعدی. تذهبانه ته رو بنداز ذهبانه، قابل خوندن نیست، یه الف میدیم. عین الفعل ا یا ا باشه ا میدیم، تهش هم مجزوم کن، مجزوم نون حذف میشه میشه اذهب. حالا تذهبونه بچه، تذهبونه ته رو بنداز ذهبونه که قابل خوندن نیست، یه الف میدیم. عین الفعل ا یا ا باشه ا میدیم، مجزوم کن، نونش میفته میشه اذهبون. تموم شد. حالا تذهبینه ت رو بنداز ذهبینه، ذهبینه قابل خوندن نیست، الف میدیم. عین الفعل ا یا ا باشه ا میدیم، در آخر میایم فعل رو مجزوم میکنیم، مجزوم نونش میفته میشه اذهبی. تذهبانه ت رو بنداز، اون بالا ساختیمش میشد اذهبا. اما تذهب نه، جمع مؤنثه. ت رو بنداز ذهب نه، قابل خوندن نیست، الف بده. عین الفعل ا یا ا باشه ا میدیم، چون جمع مؤنث نونش هست نمیشه. تمام. اینم از فعل امر ساختنش. یه دقیقه استوب بزن. ببین تو مخاطب، تو مرد میروی اذهب، تو زن میروی اذهبی، شما دو مرد، شما دو زن میروید اذهبا، شما مردان میروید اذهبو، شما زنان میروید اذهب نه. اینو استوب بزن تو ذهنت، حلاجی کن. حال گوش بده بچه ها، فعل امر ما دستور میده. همون دختره برمیگرده میاد. امروز الان دیگه نسبت به یه رو پیش حالم بهتره. دختره میگه آقای شلال من اجازه میدی من به پارتی برم؟ میگم بله. تو به پارتی برو، اذهب، اذهبی برو، دارم دستور میدم اصلا. و میگه این شلال من چه مهربونه، امروز میذاری با اون یکی دوستم دوتایی به پارتی برویم؟ میگم بله. به جهنم، شما دو نفر با هم به پارتی بروید. بعد میبینه دو نفر گذاشتم، میگه ببین این اصلا امروز به همه اجازه میده. میذاری با همه دوستام ما به پارتی بروید؟ میگم بله. شما همگی به پارتی بروید، امید به خدا به فنا هم میروید. تموم شد. پس امر دستور میده، یا میگه تو برو یا میگه شما بروید و سلام. تمام شد. حله. دیدی آقا تا اینجا برات فعلای کتابتو چقدر خوب، چقدر عالی
دستبندی کردم، طبقه بندی کردم، جمع بندی کردم که یاد بگیری به هم 20 سالگی. دو تا فعل دیگه بگیم بریم سر وقت تمرین. فقط کتاب شما فعلش مهمه. آقا یه فعلی داریم به اسم فعل آینده مثبت. آینده مثبت چه شکلی ساخته میشه؟ سو سوف میاد. س واسه ساختن آینده نزدیکه، سوف واسه ساختن آینده دوره. آینده مثبت در ترجمهش خواهم، خواهی، خواهد داره. همین، مثلا الان بگم سعی از هبو، بگم سوفی از هبو، جفتش میشه خواهد رفت. همین سادگی. پس ببین اگه سو سوف اول یه فعلی باشه اون فعل آینده مثبته، و چون آینده مثبته در ترجمهش خواهم داره. سعی از هبو سوفی از هبو خواهد رفت. سعی اکتبو سوفی اکتبو خواهد نوشت. سعی از ربو سوفی از ربو خواهد زد. سعی اقرأ و سوفی اقرأ و خواهد خوان. سعی و شاهد و سوفی و شاهد و خواهد دید. تموم. اینم از فعل آینده. اما فعل آخر به 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 این خیلی مهمه در کتاب. خیلی مهم. بچه ها فعل مضارع رو یادتونه؟ تو ترجمهش چی داشت؟ میه حال داشت. یذهب اولش یه داره تینا آخرش او داره، اینا فعل مضارع است. در ترجمهش میه حال میاری، یذهب میشه میرون. حالا ما یه فعلی هم داریم، فعل ماضی استمراری. ماضی استمراری میخوای بسازی خیلی ساده است، فقط بر سر مضارع یه کانه میاری، تموم شد. بر سر اون مضارع که میه حال داره یه کانه بیاری میشه ماضی استمراری. چی استمراری؟ ماضی. ماضی استمراری هم می داره، اما چون به ماضی دلالت داره میش به زمان کی دلالت داره؟ گذشته. آها ببین چی میگم، خوب گوش بده. ما یه مضارعی داریم ترجمهش میه حال داره. حالا اگر به اثرش یک کانه بیاریم، کانه رو مضارع بیاد زمان میکشه عقب. یعنی بر سر مضارع که میه حال داره کانه بیاد زمان مضارع رو میکشه عقب، میشه ماضی استمراری. و ماضی استمراری ترجمهش میه کی داره؟ گذشته. یعنی میرود میشه میرفت، میزند میشه میزد، میخواند میشه میخواند، میبیند میشه میدید، می نشیند میشه می نشست. همین، به همین سادگی. پس بر سر مضارع که میه حال داره کانه بیاد میشه ماضی استمراری، میه گذشته. من دونه به دونه میرم جلو. بچه ها یذهب فعل چیه؟ مضارع. میه کی داره؟ حال. معنیش میشه چی؟ میرود. حالا یه کانه میذارم، قبوله؟ کانه بر سر فعل مضارع بیاد اون موقع دیگه فعلت مضارع نیست، فعل میشه ماضی استمراری. میه حالت هم میشه میه گذشته. پس میرود میشه میرفت. تمام. یه مثال دیگه میزنم ختم کلام. آقا میگم یذربو. یذربو فعل چیه؟ مضارع. میه کی داره؟ حال. میشه میزنم. یه کانه بر سرش میارم. آها کانه بر سر مضارع بیاد میشه ماضی استمراری. ماضی استمراری میه کی داره؟ گذشته. پس میزند میشه میزن. تمام و سلام. حل. آقا همه اینایی که گفتم الان میخوایم بریم ازش نمونه سوال حل کنیم که ایشالله به تسلط 100% برسیم. خوب به من گوش بدید ببینید که چی میگم. من یه نمونه سوال برای شما بیارم. نمونه سوال بیاریم بچه ها. این نمونه سوال ها برای شما پاسخم دارن. من اول نمونه سوالی که برای امتحان نهایی بوده رو حل کنم که خیلی نمونه سوال نسبت به بقیه بهتری هم هستش،
یه لحظه اجازه بدید من اون نمونه سوال خوبه رو بیارم. اگر که اجازه به من بده. همینه سوال 7 این هم هستید. خب آقا این مال آزمون نهایی پارسال شماه، دقیقا یه همچین سربرگی دارید، بالا هماهنگی استان پایه نهم، پایه نهم، حالا ساعت شروع 8 بوده، مدت زمان 60 دقیقه، نام و نام خانوادگی باید بنویسی، شماره داوطلبی می‌نویسی، بعد تعداد صفحات رو در امتحانات دقت کنید. خیلی موقع ها مثلا 5 صفحه یهو برگه امتحانه، بچه فقط 3 صفحه رو می‌بینه، اونایی که پشتن رو نمی‌بینه حتما پشت روی برگه رو چک کنید. اولین چیزی که میگم اینه، برای امتحان نهایی تو خوب ترجمه بخونید. هلوش 11 12 نمرتون ترجمه است، ما بقیش قواعده، حتی بعضی موقع 13 نمره هم میشه، پس حتما حتما ترجمه ها رو فول مسلط بشید. بعد تو حل هر سوال من یه تکنیک به شما میگم. اولین سوال اینه، خیلی هم سوال ساده ایه، به شما میان من کلمه میدم، میگن آقا ببین کدوم اینا درسته. خب نقود که یعنی پول ها، اینجا هم بنینم که یعنی پسران، جمع به ابن دیگه یعنی پسر. خب اینجا پسران رو داده، گفته چی باید براش بنویسیم؟ خب بنین میشه پسران. اینجا هم پولها رو داده، پولها هم میشه چی؟ میشه نقود. تمام شده. این از تمرین اول. اولیم تمرین دوم. میگه فقط کلمه هایی که زیرشون خط کشیده شده رو به فارسی بیایید شما ترجمه کنید. بچه چی کار میکنه تو امتحان؟ نمیاد همینجوری لغت بده. میاد توی یک جمله یک کلمه ای رو میده که شما از قبل و بعد جمله بتونید راحت تر معنی اون کلمه رو تشخیص بدید. الان تعجبه رو داده، خب اندما رجع حمید الی مزرعته مثلا تعجبه کثیرا، تعجبه یعنی تعجب کرد. دومی متحف، بچه متحف یعنی چی؟ موزه. تمام شد. رفت. اما سوالی داریم در امتحان قطعاً از شما مترادف و متضاد میخواد. حالا اون مترادف و متضادی هم که از شما میخواد چه شکلیه؟ از شما مترادف و متضادی هم که میخواد به این صورتی که یک کلمه معمولاً اضافه است. حالا بیاید بریم اینجا نگاه کنیم. اینجا از اون کلمه اضافه نداده، خودش سوال راحت تر طرح کرده، گفته که آقا بین اینا مترادف و متضاد بذار. ولی خیلی موقع ها کلمه میدن به شما، مثلا 5 تا کلمه میدن، میگن از اینا یه دونش مترادفه، یعنی خب دو تاشو میزنی مترادف، میگن یکیش هم متضاده، دو تاشو هم میزنی متضاد، یه کلمه اضافه اون وسط وجود داره، پس برای اون تیپ هم خودت آماده کن. حالا بین اینا مترادف و متضاد بذاریم. بچه‌ها عاقل که یعنی عاقل، مجنون یعنی دیوانه، خب اینا مترادفن یا متضاد؟ متضاد. احسن یعنی برتر، نیکوتر، افضلم یعنی برتر، نیکوتر، پس اینا مترادفن. تمام شد. بریم بعد. یه سوال دیگه ای داریم، به شما میاد چند تا کلمه میده، بعد میگه کدوم توی اینا با بقیه فرق دارن، کدوم توی اینایی که به شما اینجا داده با بقیه فرق داره. خب نگاه کنید، مسجد و نبی و از نظر مفهومی اولیه رو میخواد. خب مسجد و نبی و زائر و کعبه یکی هن دیگه، اسیر الفاکه، خب معلومه این با بقیه فرق داره، اصاره میوه. دو، از نظر دستوری گفته کدوم کلمه فرق داره. وای 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 وای، ببین اینجا رو، اینجا لا اومده بچه، تنزلا آخرش بوده، تنزلا نه، نونه چی شده؟ حذف شده، یعنی فعل فعل چیه؟ نهیه. لا ترجعی اصلش بوده، لا ترجعی نه، نونه چی شده؟ حذف شده، یعنی فعل فعل چیه؟ نهیه. لا بیاد آخر فعل او میشد ساکن یا نون حذف میشد، یعنی مجزوم میشد، یعنی نهی بود. 4، تکشفو بوده، تکشفو نه، نونه چی شده؟ حذف شده، یعنی مجزوم شده، فعل فعل چیه؟ نهیه. پس کدوم فرق داره؟ کانویت رسول. چرا؟ ید رسون اولش یه داره چینا، آخرش نون داره، اینا مضارع است. زمانی که بر سر مضارع کان میاد تبدیل میشه به ماضی استمراری. خب این با بقیه فرق داره، 3 تا نهی ان ولی ماضی چیه؟ استمراری. تموم شد.
حالا سوال بعدی چیه؟ سوال بعدی به شما اومده گفته توی جای خالی ترجمه ناقص با کلمه درست مشخص کنید، نقاشی کردن یا شیمیایی. خب ببینیم این وقت چی رو ترجمه نکرده. قدره رو گفته توانست، قدره علاشه را توانست بخرد، بعض المواد برخی مواد. حالا کیمیایی رو ترجمه نکرده. آقا کیمیایی میشه نقاشی کردن یا شیمیایی؟ خب میشه شیمیایی دیگه، از علم کیمیا علم شیمی. دو، کانه که یعنی بود، صفم که یعنی کلاس، حالا مزدحم رو میخواد. آقا مزدحم یعنی دور یا شلوغ؟ مزدحم از ازدحام میاد دیگه، یعنی شلوغ. تمام شد رفت. شیش به ما گفته چی؟ گفته آقا جان ترجمه صحیح جملایزی رو انتخاب کن. یه چیز بگم، وقتی جمله میده میگه ترجمه‌ش رو انتخاب کن، برو ترجمه رو ببین، ببین چه فرقی داره. این میگه او بسیار کمکش کرد، این میگه او بسیار خشمگین شد. خب یا کمکش کرد درسته یا خشمگین شد. بچه ساعده یعنی چی؟ ساعده یعنی کمک کرد، نه خشمگین شد. حالا دومی میگه من چوب‌های زیادی در چاپخانه دارم، این میگه من چوب‌های زیادی در انبار دارم. بچه مخزن چیه؟ مخزن نمیشه که نمیشه چاپخانه، مخزن میشه انبار دیگه. مخزن دیدید شنیدید دیگه، قطعا میگن مخزن نفته، اینجا انبار نفته. چاپخانه میشه مطبعت، از مطبوعات میاد. سه میگه من پاکستانی هستم و اینجا کار میکنم، اینور میگه من پاکستانی هستم و اینجا درس میخونم. خب یا کار میکنم درست یا درس میخونم. اشتغلو از مشغول بودن یعنی کار کردن میاد دیگه، این میگه درس میخونم. خب این غلطه، اون درسته. حالا اینم سوال شیشون، بریم ادامه رو نگاه کنید. به 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 به، آیه و حدیث میده و به شما میگه چیکار کنید؟ ترجمه کنید. اصبروا ان الله مع الصابرین. بچه اصبروا مثل اذهبوا، فعل امر دیگه، اذهبوا میگه بروید، حالا اصبروا میگه صبر کنید. اصبروا ان الله مع الصابرین، میگه صبر کنید. ان هم که میشه قطعا، الله هم که میشه خدا، مع هم که میشه با، خودش هم صبر کنندگان رو داده. صبر کنید قطعا با، صبر کنید خدا، ببخشید خدا رو ترجمه نکردیم، نه اینا دیگه، صبر کنید قطعا خدا با صبر کنندگان است. این نظر. بریم بعدی. میگه انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه. انظروا مثل اذهبوا فعل امر، باید دستور بده. انظروا الى صدق الحدیث، نگاه کنید. الام که میشه به، صدق الحدیث هم میشه راستگویی. نگاه کنید به راستگویی و بعد از وقت چی داریم؟ ادا الامانت. نگاه کنید به راستگویی و ادا یعنی انجام امانت یا همون امانت داری خودمون. تموم شد و رفتش. حالا قسمت ب داره، گفته جمله های زیر رو به فارسی بیاید و ترجمه کنید. بچه وقتی جمله میدن و به شما میگن ترجمه کنید، توی این سوال شما باید به چند تا چیز دقت کنید. یک، زمان اون فعلی که داری، یعنی شما نگاه میکنی مثلا طلبه ماضیه، به صورت ماضی ترجمه کنی، نری مضارع و امر ترجمه کنی. مثلا اگر یک کلمه ضمیر داره، اون ضمیرش رو حتما ترجمه کنی. مثلا اگه کلمه جمع جمع بیاد، اگه مفرد مفرد بیاد. پس به اینا دقت کن، زمان فعل، صیغه فعل، کلمه ضمیر داره یا نداره، مفرد یا جمع، اینا رو خوب دقت کن. بیا حالا طلبه، آقا فعله با ریشه شروع شده، فعلی که با ریشه شروع میشه فعلش فعل چیه؟ ماضیه، ماضی ساده هم هست. طلب المدرس، مدرس هم مفرده. میگه مدرس طلب من تلامیزهی، طلب هم میشه خاص، مدرس خاص، من هم میشه از.
بچه تلامیز مفرده یا جمعه؟ جمعه، پس میشه دانش آموزان. یه هو هم داره، از دانش آموزانش. مدرس خاص از دانش آموزانش کتابت قوانین المرور. کتابت قوانین المرور یعنی نوشتن قوانین رفت و آمد. مدرس خواست از دانش آموزانش که بنویسن قوانین رفت و آمد. تموم شد. ما چند تا چیز اینجا جا نداشتیم، من ننوشتم. ما چند تا چیز میخواییم از شما. یک، زمان فعل رو دقت کنید و صیغه فعل. دو، مفرد و جمع بودن کلمات. سه، ضمیر داشتن و نداشتن کلمات. به اینا خوب دقت کنید. بعدی رو ببینید، هل که یعنی آیا. حالا یمکنا اولش یه داره تینا، آخرش او داره اینا. فعل مضارع ساده است. چون مضارع ساده است نیه حال میخواد. هل یمکنا، آیا امکان میدارد. بچه ها امکان میدارد اوکی ها، ولی خودمونی ترش چیه؟ آیا امکان دارد، آیا ممکن میشود. هل یمکنا، آیا امکان دارد. معالجت الامراض بالالوان، معالجه که یعنی درمان کردن. امراض جمعه، جمع بیماری های، درمان بیمارها. الوان مفرده یا جمعه؟ جمعه. لون مفرده، الوان جمعه. با رنگ ها. تموم شد و رفتش و همیستادی. و بعدی ابتدعه، آقا فعل ماضیه دیگه، مثل ذهب، کتب، خرج. ابتدعه یعنی شروع شد. آمد درسی جدید، سال درسی جدید. و هم که و ذهب ماضیه، پس میشه رفت. حالا بعدش تلامیز جمعه، پس نمیتونی بگی رفت دانش آموزان، میگی رفتند دانش آموزانه. قریت هم که میشه روستا، الال مدرسه هم به مدرسه. پس میشه شروع شد سال درسی جدید و رفتن دانش آموزان روستا به مدرسه. اینم از این موضوع و این تیپ سوال که براتون حل کردیم. اما سوال 8 سوال خوبیه، از شما موارد خواسته شده رو میخواد. اینجا دیگه قواعد. بچه ها از شما میخواد وزن کلمه رو بگید. بریم یه تمرین کنیم. تمرین چیه؟ هر زمانی از شما خواستم که وزن کلمه رو بنویسی، در وزن کلمه چی کار میکنی؟ شما یک، به جای ریشه، ریشه یعنی همون سه حرف اصلی، به جای ریشه یعنی سه حرف اصلی، شما بیا به ترتیب اینا رو بذار. به ترتیب ف و عین و لام بذار. به جای سه حرف اصلی ریشه به ترتیب ف و عین لام بذار. دو، هر چی که موند به ف و عین و ببخشید به ف و عین و لام اضافه کن. پس اگه وزن کلمه ازت خواست به جای ریشه سه حرف اصلی بذار ف و عین و لام، هر چی که موند به ف و عین و لام اضافه کن. مثال، الان به شما داده بود عابد، گفته بود آقا وزن عابد چیه؟ خب عابد ریشه چیه؟ عبد. به جای ریشه به ترتیب میذارم ف و عین و لام. هر چیزی که مون میکشم پایین. یه آ مونده میشه فاعل. تموم شد. بعدی رو ببین، میگم آقا مکتوب، اگه این بنویسه میگم مکتوب وزنش چیه؟ خب بچه مکتوب ریشه چیه؟ کتب. به جای ریشه به ترتیب بذارید ف و عین و لام. هر چی که مون بکش پایین، بکشی پایین میشه مفعول. تموم شد و رفتش. حل به همین سادگی. این تیپ سوال بود که براتون حل کردم. خب گفته وزن کلمه عابد، عابد اونجا برات نوشتم، وزنش شد فاعل. دو، گفته حروف اصلی مکتوب چیه؟ حروف اصلیش کته و دیگه نه مکبه. حالا سه، گفته فعل ماضی جمله رو مشخص کن. بابا این جمله کلا یه دونه دخله داره، یعنی همون ماضیه دیگه. بیا فعل ماضی میشه دخله، بعد ماضی تابلو دیگه با ریشه شروع میشه تو سال نهم، دخله، مثل ذهب، کتب. فعل مضارع، فعل مضارعیه که اولش تینا داره و آخرش اینا داره.
خب ببین تعریف اینا اولش تتینا آخرش نونم اینا مزارت هم میشه تعریف اینا. تموم شد رفت. حالا اینم از این سوال. حالا آها 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 این سوال خیلی خوبه. این سوال از شما میخواد فعل مناسب بذارید خیلی سوال مهمیه. این سوالی که از شما میخواد فعل مناسب بذارید فعل مهمیه. نگاه کنید وقتی میخواید توی جای خالی یه فعلی بذارید یادتون باشه جای خالی مثل یک خیابونه. شما وقتی از خیابون رد میشید چپ و راستتون رو نگاه میکنید. پس اگه میخواید توی جای خالی فعل بذارید باید چپ و راست رو نگاه کنید. چپ و راست دارن بهت میفهمونن که چی بذاری. یا ایتوحد تلمیزت، ایتوحد تلمیزت، تلمیزت آخرش ایتوحد تلمیزت، تلمیزت که مفرده آخرش هم ته گرد داره پس مفرد مؤنث. پس وقتی ایتوحد تلمیزت مفرد مؤنثه یعنی شما هم اینجا باید فعل مفرد چی بیاری؟ مؤنث بیاری. قبوله؟ حالا یادتونه وقتی میخواستیم فعل امر بسازیم اینجا رو نگاه کنید بهتون گفتم یه دقیقه استوب بزنید و حفظش کنید. بیاید اینجا الان ما مفرد مؤنث فعل امر میخواییم درسته؟ ببین چقدر ساده است. بیا اینجا بینم آقا بیا مفرد مؤنث توی فعل امر میخواییم. این که مفرده اینم مؤنثشه. مفرد مؤنثش میشه اذهبی. حالا هر چیزی که مثل اذهبیه اکتبی اجلسی اقرعی اشکری میشه مفرد مؤنث. پس ما اذهبی میخواییم تو مفرد مؤنث درسته؟ حالا بیا بریم اینجا نگاه کن یه اشکری داره یه اشکرو. خب ما مفرد مؤنث میخواییم اشکری درسته اشکرو غلط. حالا بعدی رو ببین یا طالبانه. بچه طالبانه آنه داره میدونید دیگه. یه چیزی رو من بهتون یاد بدم کلمه هایی که آنه و عینه تهشون دارن مثنا هست کلمه هایی که اونه و اینه دارن جمع مذکرن کلمه هایی هم که الف و ت دارن جمع چی هن؟ مؤنثن. ببین دقت کن اینجا مهم ها آنه اینجا رو ببین آنه با اینه مثنای اونه با اینه جمعه. پس ببین اینه مثنای اینه جمعه. اصلا ساده بگم که اینه مثنای اینه جمعه یادت بمونه. بچه وقتی یه جمعیتی از دور میاد میخواد بزنه دهن تو صاف کنه تعدادش زیاده از جمعیت زیاد تعجب میکنی و میگی جمعیت رو ببین. آها پس جمعیت رو ببین آخرش باشه نشانه جمع بودن. پس اینه جمع اینه مثنا. حالا بیا طالبانه ا داره. خب بچه ها مثنا قبوله. حالا آیا ت داره؟ اگه میگفت طالبت تان ت داشت میشد مؤنث. حالا که نداره پس میشه مذکر. آها چون طالبان مثنای مذکره ما هم اینجا مثنای چی میخوایم؟ مذکر میخوایم. قبوله؟ حالا مثنای مذکر کدومه؟ لا تلبسیه یا الوساه؟ الوساه. چرا؟ بیا اینجا طبق اون ساختاری که بهت یاد دادم ببینید ما مثنای مذکر میخوایم. مثنای مذکر میشه اذهبا اذهبا. پس هر چیزی مثل اذهبای مثنای اکتوبا اجلسا ازربا میفهمی؟ اینم از این موضوع. پس جواب اونم میشه چی؟ میشه الوسا. تموم شد رفت. حالا بریم سه. یا حبیبی. بچه حبیب خب مفرده تم که نداره مؤنث باشه. خب مفرد مذکره پس ما هم برای جای خالی مفرده چی میخواییم؟ مذکر. خدا وکیلی تکتب نه رو همه یادتونه دیگه. تکتب نه تقرع نه این جمع چی بود؟ مؤنث بود. پس این حذفه. لا تکتب تکتب مفرد مذکره. میگی نه؟ نگاه کن من یه چیز یاد دادم همیشه به جواب برسی. لا تکتب لا تکتب مثل چیه؟ لا تذهب. ببین این مفرد اینم مذکر. مفرد مذکر میشه لا تذهب.
پس هر چیزی مثل لا تذهب مفرد مذکره، لا تکتب، لا تقرأ، لا تشاهد، لا تجالس، الی آخر، تموم شد و رفتش. به همین سادگی این سوال به این سختی رو ما خیلی ساده میتونیم حلش کنیم. اما بریم بعدی. یه تصویری داده، گفته با توجه به این تصویر فعل نهی مناسب رو بذار توی جای خالی. اوکی، ما همین کار رو میکنیم. ببین سه تا دانش آموزن دارن میان پایین، یه دانش آموز وایساده بهشون داره اینجوری میکنه لا تنزلو، پایین نیایید، میخواد نهی کنه. اگه میخواد نهی کنه اول باید یه لا بیاره، بعد فعل مضارعت رو باید چیکار کنه؟ مجزوم کنه، یعنی اوش باید بشه ساکن، اونش هم حذف بشه. حالا بیا اینجا، اینا چند نفرن؟ سه نفرن. سه نفرن یعنی جمعن. خب پسرم هستن، یعنی جمع چی هن؟ مذکرن. پس فعل نهی رو باید از جمع مذکر بسازی. بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم آقا، این جمع، اینم مذکر، جمع مذکر میشه چی؟ میشه لا تذهبو. پس آقا وقتی میخوای یه فعل بسازی باید مثل لا تذهبو باشه جمع مذکر. لا تذهبو، لا تکتبو، لا تقرأو، الان هم میشه لا تنزلو. به 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 به، اینم از این موضوع. حله؟ امیدوارم که کامل همه اینا رو فهمیده باشید. اما بریم سوال 11. سوال 11 میگه هر کلمه رو به توضیح مناسبش وصل کنید، یه جمله هم اضافیه. چشم. یه دونه نهار داریم یعنی روز، یه دونه فلاح داریم یعنی کشاورز. خب کسی که کار میکنه توی زمینای زراعی بهش میگن کی؟ میگن کشاورز. حالا ما بین صبح و شب رو بهش میگن چی؟ میگن روز. تموم شد. حالا این ور گفته، پایینی گفته الذی لا ینجح فی الامتحانات، کسی که تو امتحان موفق نمیشه. هیچ کدوم از کلمه های بالا مناسب این نیست. تمام. حالا ببین تا اینجا باید الان مشتی باشی. اصلش همینی بود که گفتم، بقیهش چرت و پرتاییه که خودتون بلدید، فقط با هم دیگه حالا کار میکنیم. بیا این دیگه یه سوالیه که میگه بر اساس واقعیت یه چیزی رو بگید. خب بیا ببینم. میگه فصل شتا، شتا یعنی زمستان، یعتی می آید با صیف. آقا جان صیف یعنی که؟ صیف یعنی تابستان. فصل ها رو انشاءالله بلندید دیگه، ربیع، بهار، صیف، تابستان، خریف، پاییز و شتا، زمستان. استاپ کن، خودت حفظ کن. حالا نگاه کن. نه خانم. حالا نگاه کن. میگه که آقا فصل زمستون بعد از تابستون میاد. وای، فصل زمستون بعد از پاییز یعنی خریف میاد. پس یک غلط. تمام شد. این نادرست بود. دو. میگه از شرکت و شرکت، مؤسستون تجاری او اقتصادی، یه عمل فیها کسی رو مننست. میگه شرکت مؤسسه تجاری یا اقتصادیه که کار میکنن در آن بسیاری از مردم. بله دیگه، درسته دیگه، شرکت همینطوره. اینم از سوال ای صحیح. اما بریم برگه یا آخر سوالات و با هم دیگه بررسیش کنیم ببینیم چه خبره. میگه آقا با توجه به مفهوم جملات کلمه مناسب بذار. خب اینجا احمر داریم یعنی قرمز، اسفت داریم یعنی سیاه. میگه الرمان انار، فاکهة الجنت. آقا انار چیه؟ انار میوه چه رنگیه؟ بهشته. انار میوه قرمزه دیگه، سیاه که نیست. تموم شد. دو، حجاج القافله به حجتن الا چیه سفر؟ میگه حاجی های این کاروان به چی نیاز دارن؟ به قزوان، به خشن نیاز دارن، به ناراحت نیاز دارن، یا به دلیل یعنی به راهنما نیاز دارن؟ خب به دلیل یعنی به راهنما نیاز دارن. تمام شد. الهی شکر، حساسیت فکر کنم باز ما رو گرفت الان. بریم 14. میگه آقا با توجه به تصاویر پاسخ هر سوال مشخص کن. چشم. اینه یعنی کجا؟ سمکتم ماهی، یعنی داره میگه کجاست ماهی؟ ماهی بچه ها کجاست؟ با توجه به شکل.
خب شکل رو میبینی اینجا یه دریاه دیگه، فن یا روده یا هر چیه. اینجا گفته فل مطعم، مطعم یعنی کجا؟ مطعم یعنی محل غذا دیگه، آشپزخونه. آقا رستوران ببخشید، توی مطعمه؟ نه خیر، فن نهر، در نهره، در روده. تموم شد و رفتش. حالا این بر ببین، کم، کم یعنی چند؟ کم ساعت میگه ساعت چنده؟ خب ساعت داره پنج رو نشون میده دیگه. اینجا گفته از سامنت، سامن یعنی هشت. اینجا گفته الخامست، خامست یعنی پنج، ساعت پنجه. من اعدادم به شما یاد بدم، یک و دو رو که بلدید، یک واحد، دو هم اسنانه، سه خودش هم سه داره، سلاس. حالا چهار چی؟ چهار رو ببین، میگم یه ربع به چهار، یه ربع به چهار، اربع میشه چهار. پنج چی؟ دیدی میگن خمس مالمونو بدیم. خمس یعنی چند چندمش؟ خمس یعنی یک پنجمش. پس خمس خمسات میشه پنج، خمس میشه یک پنجم. ببین خمس خمسات میشه پنج، خمس میشه یک پنجم. تمام شد و رفت. دیدی مادرتون میرن لیوان میخرن، میگن یه ست لیوان خریدم. ست، ستت یعنی شیش، ستا شیش تایی. آقا جان آسمون چند طبقه است؟ هفت طبقه است. سب سبعت میشه هفت. یه جور دیگه بگم، به هفته تو عربی میگن چی؟ هفته چند روزه؟ هفت روزه دیگه، بهش میگن اسبوع. اسبوع یعنی هفته، از سبعه یعنی هفت داره میاد. امام رضا امام چندمه؟ هشتم. سامن الحجج، سامن الائمه. پس به سامن سمانی، سمانی به شما میگن هشت. تاسوعا و عاشورا چند و چند محرمن؟ تاسوعا و عاشورا نهم و دهم محرمن. تسعت میشه نه، عشرت هم میشه ده. تموم شد. یک تا ده هم اینجوری بلد باشید دیگه، به چه زبونی من بهتون یاد بدم؟ اینم از این سوال. اما بریم سوال 15. گفته چو جای خالی یکی از کلمه های مقابل رو بنویسید. بچه ها اینا دیگه سوال ترجمه است، چون ما وقتم نداریم باید استدیو رو تحویل بدیم. من مثلا هر کدوم یه دونه میگم. دو رو ببینید، افضل الناس چیه خالی برای مردمه؟ خب بهترین مردم، انفعهم، سودمندترین مردمن. این از این موضوع. سوال بعدی میگه کلمه هایی که داخل پرانتز خط کشیدیم کدوم درسته؟ خب بچه ها حلیب یعنی چی؟ حلیب یعنی شیر. تمام شد. حریق یعنی چی؟ حریق یعنی آتش سوزی. محافظت جمیله، محافظت یعنی استان، جمیله یعنی زیبا، میشه استانی زیبا. تمام شد و رفت. و سوال آخر شما، سوال درک مطلب، میگه متن رو بخونید با توجه بهش به سوالها پاسخ بدید. خب من میگم اول سوالها رو بخونید. عینه یعنی کجا؟ عینه یعمل و احمد. احمد کجا کار میکرد؟ یک گفته در آزمایشگاه، گفت دو گفته در مدرسه. خب بریم ببینیم. اینجا گفته فعل مختبر یعنی در آزمایشگاه. تموم شد. دو میگه هل احمد و طفلون صغیر؟ آیا احمد کودک کوچیکیه؟ حالا بیا بریم ببینم. احمد و رجلون عالم، احمد مرد دانشمندیه، کودک نیست، رجل یعنی مرد. این گفته آیا احمد کودکه؟ شما میگی لا. تمام شد و رفتش. این از مفهوم جملت باید میفهمیدی. اینم یه نمونه سوال که ما برای شما حل کردیم که ایشالله کامل همه چیز رو فهمیده باشید. آقا خیلی مخلصیم، ارادت دارم خدمتتون و امیدوارم که همه چیزایی که من گفتم رو فهمیده باشید. من امیر حسین شلالوند توفیق این رو داشتم که در خدمت دانش آموزان سال نهم هم باشم. ما بیشتر برای بچهای کنکوری و در دانشگاه تدریس رو داریم، اما منتهای مراتب به خواست مجموعه وزین و معتبر شما این ویدیو رو ما برای شما ضبط کردیم که نه تنها دانش آموزان کنکوری و دانشجویان دانشگاه از این بیان ما استفاده کنن، بلکه دانش آموزان پایه که خیلی هم برای ما عزیز و محترم هستن و سرنوشت و آینده این مملکت قراره به دست شما عزیزان رقم بخوره، هم بتونن از آموزش های ما استفاده بکنن. این بخش بسیار 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 کوتاه و کوچکی از تمام عربی بود که ما خدمت شما باید باشیم. من سعی کردم در هولوش یک ساعت، یک ساعت و چند دقیقه هم درستون و نکات اصلیشو بگم، هم برای شما نمونه سوال حل کنم که شما ذهنیت برنده
و اینی که حال خوب سر جلسه رو داشته باشید و بتونید نمونه سوالات رو خوب حل کنید و در سر جلسه آزمون نمره خیلی خوب و عالی کسب کنید. امیدوارم موفق به این قضیه شده باشیم. حتما مجدد هر جای مشکل داشتید مکس کنید، بررسی کنید، نمونه سوالات هم از اول دوره بفرمایید. خیلی مخلصیم، ارادت دارم خدمتتون. توفیق همه از رفیق علاست. الهی با امید خودت، نبنده های بی خودت. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.